بررسی رویدادهای هفته، برنامه ای از بیژن افتخاری. تجزیه و تحلیل رویدادهای هفته از نگاهی دیگر، ارمغانی از رادیو تلویزیون مانی. بینندگان عزیز رادیو تلویزیون مانی، درود بر شما. بیژن افتخاری هستم. امروز جمعه 24 اسفند سال 1397 برابر است با 15 ماه مارس سال 2019. دوستان عزیز، من در ادامه برنامه‌هایی که داشتن در رابطه با واقعه سال 57، اگر خاطرتون باشه، در خدمت جناب دکتر بودشتیان 3 برنامه اجرا کردیم به واکاوی عوامل مؤثر در انقلاب و وضعیت به وجود آمده در کشورمون پرداختیم. امروز ما میخواهیم بپردازیم به وضعیت کنونی 40 سال بعد از اون واقعه 57. میخواهیم بررسی کنیم که خب وضع از چه قراره، جمهوری اسلامی در چه وضعیتی هست، نیروهایی که یه موقع انقلابی بودن الان کجا هستن و مردم در چه وضعیتی قرار دارن، همچنین اپوزیسیون، اگر چیزی به نام اپوزیسیون داریم، در چه موقعیتی هست. برای این موضوع دعوت کردم از دوست عزیزم جناب رشیدیان، جهانشاه رشیدیان، که از با هم یک گفتگویی در این مورد داشته باشیم و از نظرات این دوست گرامی بهره بگیریم. جناب جهانشاه رشیدیان، به این برنامه بسیار خوش آمدید و سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید. دوست عزیز جناب آقای دکتر بیژن افتخاری، من هم مفتخر هستم در خدمت شما باشم و با این برنامه بتوانیم مطالبی را برای بینندگان عزیز تلویزیون مانی خدمتشون معرض کنیم و من هم امیدوارم که این برنامه بسیار خوب و پربها باشد. در خدمتم. سپاسگزارم. جناب رشیدیان عزیز، من اجازه میخوام اول از شما بپرسم که امروز، یعنی 40 سال بعد از واقعه 57، شما وضعیت عمومی کشور ما از دیدگاه جهانی و داخل، جهانی منظورم این استش که جایگاه ایران در بین کشورهای جهان چیست؟ فرض بفرمایید ما وقتی راجع به جایگاه، مثال عرض میکنم، ژاپن صحبت میکنیم، یک ایده ای داریم که آقا ژاپنی ها الان در این وضعیت هستن در جهان. مثال عرض میکنم، میگن مردم صلح‌دوستی هستن، میگن آدم های باهوشی هستن، میگن که در بخش مدیریت خیلی پیشرفت کردن، کارهای مدیریتی عالی انجام میدن. برای مثال عرض میکنم، برای بعضی ها شاید باور نکردنی باشه که کمپانی تویوتا انبار قطعات یدکی نداره. باورتون میشه؟ جوری تنظیم کردن که قطعات سفارش داده شده به موقع میاد تو خط مونتاژ و اونجا میره مونتاژ میشه، جایی ندارن که ببرن انبار بکنن و این خب هزینه سنگینی رو این وسط صرف جوی کنه، کاری از این قبیل. یا وقتی راجع به مردم، فرض بفرمایید که، یا کشور، مثال عرض میکنن، اردن صحبت میکنیم، جردن، وقتی صحبت میکنیم یه ایده هست. حالا یه کشور بزرگ و قدیمی مثل ایران به نظر شما امروز از دیدگاه خارجی در چه وضعیتی قرار داره و در داخل وضع رو از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چگونه می‌بینید؟ بفرمایید. بسیار عالی است. من اول خلاصه میگویم از وضعیت اپوزیسیون ما و شرایطی که امروز اپوزیسیون در داخل و خارج دارد. طبیعتاً بعد از کودتای سال 32، جریانات اپوزیسیون از چپ تا سلطنت طلب مشروطه خواه به غیر از نهاد روحانیت سرکوب شد. یعنی فرصتی پیش آمد که روحانیت بتواند بر جنبش مسلط و حکومت اسلامی نوع ولایت فقیه خود را بر مردم متوهم ما تحمیل کند. و این فاجعه‌ای بود که در سال 57 به وقوع پیوست و ما هنوز در مرداب آن هستیم. هیچ کس، حتی خود آخوندان،
از نتایج این حکومت من درآوردی آگاه نبود. این نمودی از بحران رهبری است که برای اپوزیسیون ما امروز به ارث باقی مونده است، چرا که در فرهنگ سیاسی ما متاسفانه حک شده است. جان شجار، پس شما معتقدید که خود آخوندها آمادگی یا انتظار به قدرت رسیدن رو نداشتن که طرح برنامه خاصی براش داشته باشن؟ چرا؟ ولی نه به این نحوی که بعد از ولایت فقیه اونها این دستگلی خارج بشود که ما امروز شاهد اون هستیم. این رو خودشون هم پیش‌بینی نمی‌کردن. آقای علی شریعتی وقتی از امامت صحبت می‌کرد و یا وقتی خود خمینی در اوایل سالهای 20 چنین مطالبی رو در کتب خود می‌نوشت، فکر نمی‌کنم عملاً فکر می‌کرد که نتیجه اون حاصل همون چیزی است که از سال 57 بعد، خصوصاً از سال 58 و 59 با شروع سرکوب‌های وحشیانه آغاز شد. این رو تصور نمی کردن. همینطور که تمام تحلیلگران، مفسران سیاسی داخلی و خارجی هم این را تصور نمی کردن، چرا که نمونی چنین پدیده‌ای در تاریخ به وقوع نپیوسته بود. در خدمت هم. بسیار خوب. خب امروز بفرمایید که این دستگل رو یه مقدار برای ما توضیح بدید که این دستگل بعد از 40 سال جمهوری اسلامی در ایران چه چیزی به بار آورده؟ ما الان چه موقعیتی داریم؟ آیا شما ایران رو کشور پیشرفته‌ای می‌بینید؟ آیا ایران رو کشوری دارای تمدن بهتری نسبت به گذشته می‌بینید؟ و یا اینکه نه، ما در یک به قول شما مردابی گیر کردیم؟ اگر منظورتون مردابه که تقریبا برای همه روشن، البته نظرتون خواهید فرمود، بفرمایید که خب این وسط وضعیت اپوزیسیون چیست؟ اپوزیسیون کجاست و چی کار میکنه؟ بفهمید خواهش. عرض کردم چون از کودتای 28 مرداد سال 32 شروع کردم، دقیقا خواستم به درسهای برای اپوزیسیون اشاره کنم که به گمان من امروز فقدان آنان بسیار محسوس است. یعنی از تاریخ یاد نگرفته است، چرا که شرایط اون هم فراهم نبوده است. این بحرانی که ما از کودتای 32 به بعد در اپوزیسیون ما داشتیم در واقع بحران رهبری بوده است که برای اپوزیسیون ما هم امروز وجود دارد. درس مهم این است که مانند سال 57 روشنفکران ما و اصولا نیروهای مترقی، هرچی باشند، هر دیدگاه انسانی و دموکراتیک و سکولاریسم هم که داشته باشند، خطر جابجایی استبداد را در نظر نگیرند. یعنی بدیل شاه و شیخ را نخواهند با همدیگر تعویض کنند تا شاید محتوایی بهتر از اون چی که شاه یا شیخ هست به وجود آید. امروز اپوزیسیون ما به جای تعویض بد با بدتر، سیستمی که خود رژیم اسلامی هم از اون استفاده می کند، باید به دنبال خوب مطلق برود. هر پدیده سیاسی و منطقی به دنبال چنین خوبی هست. این یک خوب مطلق افلاطونی هست که در ذهنیت هر سیاستمدار، هر جریان سیاسی باید تا حدودی وجود داشته باشد، البته با توجه به شرایط اینی. درس مهم این است که مانند 57 به دنبالش فردی عقب مانده ارتجاعی مانند خمینی نرود. یعنی برخلاف سال 57 این بار باید اونی که چپ هست، اونی که سکولار یا لایک هست، به جای اینکه دنبال امثال خمینی و یا نهادهایی که میخواهند استبداد گذشته را بازسازی کنند، بروند به دنبال اون جریاناتی و اون افکار مترقی که جهان متمدن در طول قرن‌های گذشته بخصوص بعد از دوران رنسانس و روشنگری به اون رسیده است و امروز نتایج اونها را ما با چشمان خود میبینیم، چرا ما در این کشورها اکثرا زندگی میکنیم. این از اون مسئله‌ای که من میخوام بگم. حالا این رو من اضافه کنم، البته من معتقد هستم که آقای رضای پهلوی به عنوان یک شهروند و با توجه به امکاناتی که در اختیار دارن میتوانند مانند هر ایرانی متعهد برای آزادی مردم خود مبارزه کنند، کماکان برای رفع هر ابهامی به گمان من بهتر است که ایشان ادعای تاج تخت پادشاهی را رسما امتناع کنند و قبول کنند
که سلطنت از جمله شاهزادگی ایشان به تاریخ سپرده شده است. بدین گونه ایشان میتوانند اعتبار جدیتری در حوزه سیاست در میان روشنفکران، در میان افرادی که مترقی هستند، سکولار هستند و برابر طلب هستند و شایسته سالاری را در نظر دارند پیدا کنند. ایشان مجازند به احیای سلطنت تا حدی به ذات قائم خروج امام زمان شیعیان از سایه چمکران هم باور داشته باشند، ولی به گمان من و به گمان بسیاری دیگر این خرافه است. چرخ تاریخ در تکامل تاریخ به عقب بر نمی گردد. خب شما فرمودید که ما از سال 32 و بعد از کودتا علیه زندیاد مصدق با مشکل رهبری یا اپوزیسیون با مشکل رهبری روبروست و احتمالاً امروز هم ما این مشکل رو هنوز گریبان ما رو داریم. میشه خواهش کنم بفرمایید خصوصیات رهبری که از نظر شما کسیست که میشه به عنوان رهبر پذیرفت و شما حاضرید که پشت سر او قرار بگیرید، اون رو برای ما بفرمایید. بسیار خوب، من بیشتر به خط مشی و برنامه سیاسی توجه دارم تا به فرد که به اعتقادی بعضی ها یک کاریزماتیک مورد قبول جامعه باید باشد. اون داستان کاریزما و کاریزماتیک امروز با رشد همین تلویزیونی که ما در اختیار داریم و داریم اطلاعات کافی را به سمع دوستان خود در ایران و خارج می‌فرستیم، دیگر اعتبار گذشته خود را ندارد. یک کسی مثل خمینی، مثل استالین، مثل ماوتسه‌تونگ، مثل هوشینین پیدا نمیشه که بیاد بخواد مردم را مسخ کند و مردم را به راهی ببرد که او فکر میکند بهترین راه است. امروز مردم خود آشنایی کافی با اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی، اجتماعی، فلسفه و غیره دارند. بنابراین یک برنامه را انتخاب میکنند، نه یک فرد را به عنوان یک کاریزما و دنبال اون راه بیفتند. به همین دلیل است. این که فرمودید امروز مردم نمیتوانند یک شخصیت کاریزماتیک رو یا دیگه آگاهی پیدا کردن که یک شخصیت کاریزماتیک رو به عنوان رهبر مطرح کنن، اینو در مورد مردم قهرمان پرور ایران میفرمایید؟ و اگر میفرمایید یه توضیح از پدیده های به نام حخا و نمیدونم آقای سید محمد حسینی و زم و نمیدونم آقای دانا و آقای نادان و اینا رو یه پدیده ها رو هم توضیح بفرمایید. اشبت آقای حخا که سرصدای زیادی کرد، ایشون قبل از تحولاتی که در دنیای مجازی تا این حد دیجیتالیزاسیون باشد وجود داشتن و هنوز اطلاعات از طریق شبکه‌های اجتماعی تا حدی نبود که مردم فریب نخورند. به همین دلیل هم بس که ایادی رژیم هم اونها تغییر هویتی خود را برای فریب مردم لازم میدونن و از شخص مثل آقای زن رو میفرستن در میدن که به عنوان اپوزیسیون بیاد و بتواند اون خواسته های اتاقهای فکر رژیم را به خورد مردم بدهد. اما من دوباره برمیگردم مسئله اتحادی که شما در نظر دارید که در اپوزیسیون آیا ممکن هست یا نیست، چون این سوال محوری است. ما با هر کی صحبت میکنیم، چه در اپوزیسیون فعال باشه و چه از دور نگاه کنه به اپوزیسیون، این سوال در ذهنش وجود میاد که چرا اپوزیسیون ایران نتوانسته است یک مرحله از هماهنگی، حالا این هماهنگی رو میتونیم ما با نامهای مختلف بیان کنیم. به گمان من اتحاد در اپوزیسیون به دلیل گزینه‌های بسیار متضاد نوع حکومت عملا میسر نیست و در این 40 سال هم میسر نبوده است. اون چیزی که امکان پذیر هست احتمالا یک جبهه مشترکی تا مرحله گذار، تشکیل یک حکومت موقت و مجلس مؤسسان و انتخابات مقامات کلیدی و یا نوع حکومت با یک پلتفرم حداقل است. این مسیر احتمالا قابل اجرا و حتی به گمان من ضروری است، به خاطر اینکه بتوانیم از شر حکومت اسلامی که دشمن مشترک تمامیت اپوزیسیون و مردم خود ایران هست ما راحت بشویم.
این جبهه مشترک بر اساس قبول گذار از حکومت اسلامی، قبول دموکراسی و سکولاریسم و یا به زبان من لایسیته، که من در این زمینه میتوانم در صورت لزوم توضیحات بیشتری بدم و تفاوت اون را با سکولاریسم هم مطرح کنم، که به گمان من چرخ تاریخ این شرایط را برای مردم ایران فراهم آورده است که لایسیته را باور کند، یعنی همون سکولاریست هست منطقه پویا هست، به قول اسپینوزا دارای چنین پتانسیلی هست که شرایط را سنجیده و خود را با شرایط وقت می کند و ما نمونه های اون را در فرانسه دیده ایم که از جمهوری سوم این وارد قانون اساسی میشه و هر بار مثلا 2004-2014 تحولاتی که در دنیای اسلامی درون فرانسه وجود میاد این موزه های و قوانین جدیدی رو وضع میکنه، مثلا برای محدود کردن حجاب اسلامی، قدغن کردن اون در حوزه های فرهنگی در کلاس درس نبینه. این بحث جداگانه است که اگر پیش آمد من اون را بحث میکنم که چرا لایسیته مورد نیاز جامعه امروز ما هست که شرایط همون انقلاب فرانسه را داشت که منجر به پیدایش لایسیته در 1905 در قانون اساسی آن شد. اما گذار از حکومت اسلامی باید سه نحوه صورت بگیرد. اون چیزی هست که بعضی از اپوزیسیون ما روی آن خیلی مسئله دارد. یا فروپاشی از درون هست، ایمپلوزیون یا ایمپلوژن، یا اینکه فروپاشی از بیرون هست، اکسپلوژن، یا اینکه اکسپلوزیون به زبان فرانسه، و یا ترکیبی از این دو هست. این مسئله است که ما نمیتونیم انکار کنیم و تمام دگرگونی های جهانی که منجر به تغییر رژیم شده است هم با یکی از این سه نوع صورت گرفته است. حالا انقلاب در واقع پدیده ایست که میتواند با شکل دوم، یعنی فروپاشی حکومت از طریق از خارج، مثلا طریق مردم به انقلابی، و یا ترکیب این دو، یعنی فروپاشی از درون به دلیل فرسودگی، به دلیل فساد، به دلیل اختلافاتی که در درون جناح‌های حکومت وجود میاد و منجر به قلقم یک دیگر میشوند، در کنار اون حرکت مردمی که انقلاب است که میتواند حکومت را سرنگون کند. یه نوعی هم هست که البته به نام مبارزه مدنی مطرح هست. مبارزه مدنی جای بسیار پا ارزشی دارد، خصوصا در انقلابات اخیر، در تغییر و تحولات اخیری که در اروپای شرقی صورت گرفت، از زمان گاندی، از زمان چکسلواکی، بهار چکسلواکی در 1967 هم مورد نظر هست و نمونه های خوبی هم ازش بوده است. ولی ما در برابر یک حکومت اسلامی قرار داریم که طبق ماده 4، ماده 106، ماده 109، ماده 112 و ماده های مختلف دیگه خود را یک حکومت ازلی تا پیدایش یا ظهور امام زمان می داند و قابل تغییر نیست. چنین حکومتی برایش نه مسئله طبقه محور است و نه حتی قدرت محور است، بلکه در وهله اول اسلام محور است و هیچ حکومت اسلامی که کشوری را اشغال کرده است زمان سطر اسلام به جز اسپانیا نتوانسته است به رضایت خود مردم از اون کشور خارج شد و این کار را نکرده است. تنها کشوری که موفق شد اسپانیا بود که زمان اموی اشغال شد در قرن 8 میلادی و در قرن اول قرن 16 میلادی توانست با مقاومت زیاد، با کمک فرانسه، با کمک کشورهای اطراف خودش آزادیش خودش رو به دست بیاره. این کاری بود که تنها کشور اسپانیا رو توانست از یوغ اسارت اشغالگران اسلامی نجات بدهد و این در مورد ما هنوز روی میز باقی مونده است و با حکومت اسلامی رو به همین دلیل داریم. خب جان شاجان اجازه بفرمایید من تا اینجا درک خودم رو از فرمایشات شما بگم، هر جا که اشتباه کردم لطفا همونجا به من بگید، جنبندی بکنیم بعد بریم جلو. پس نظام جمهوری اسلامی یک نظام ضد انسانی است و باید برود، در این ما شکی نداریم. بحث مشکلی که مطرح می‌فرمایید این هستش که ما در اپوزیسیون
متاسفانه فاقد عنصر رهبری هست. و پیشنهاد شما این هستش که به جای اینکه دنبال یه شخص بگردیم و حول محور اون جمع بشیم، یک پلتفرم بذاریم، حالت جبهه پیدا کنه، بگیم آقا کسانی که با این پلتفرم موافقن بیایم دور هم جمع بشیم و بتوانیم موضوع رهبری رو اینطوری حل و فصل بکنیم. من تا اینجا اشتباه کردم یا درسته؟ درست. بسیار. نه. خب، اما چند تا نکته این وسط میمونه. فرمودید که نظام یا از طریق به اصطلاح فرو ریختن داخلی از به اصطلاح به دلیل ایجاد اختلافات درونی، فساد فوق‌العاده، به جان هم افتادن مافیای غارت ممکنه از درون فروپاشی بشه. فرمودید که در کنارش میتونه فروپاشی خارجی باشه، البته منظورتون خارجی کشور خارجی نیست، منظورتون هستش که مردم رژیم رو دچار نابودی بکنن، یعنی از درون خود رژیم نباشه، از خارج باشه، که از درون من بیشتر مردم هستن، ولی خب میتونه یک کشور خارجی هم باشه، کما این که در طول کمک هم بوده اصولا توسط مردم. ولی این بحث مقاومت مدنی دیگه بحث تاکتیک است، نمیتوند در بخش به هم ریختن نظام ما بگیم که خب سومیش هم مقاومت مدنی. مقاومت مدنی یعنی یک تاکتیک است که مردم به توسط اون با رژیم مبارزه میکنن، کما که بعضی دوستان ممکنه بگن که نه آقا مقاومت مدنی رو ولش کن، مردم باید مسلح بشن بریزن این پدرسوخته‌ها رو پدرشون در بیارن. اینا بحث‌های تاکتیکی است. ما فعلا گفتیم که از نظر ما علاقه این هستش که خود نظام دچار پیری و بنبست بشود. آیا فروپاشی هم اتفاق خواهد افتاد؟ ممکنه، ولی ممکنه خیلی زمان ببره. اگر این حالت اول در نظام هست که امروز ما داریم میبینیم که نظام دچار اون نوع تلاشی داره میشه، در درون خودش درگیری ها به شدت بالا رفته، مافیای غارت به جان هم افتادن و هر کی یه تیکه از این گوشت رو میبره و در میره، فرار میکنه، یعنی خودشون هم دیگه امیدی به آینده نظام نداره. در ما به ازایش این هستش که آیا مردم هم یا اون عامل خارج از نظام هم آیا وارد این قضیه میشون یا نمیشون، که شما فرمودید که اگر بتوانید یک رهبری به اساس یک پلتفرم مورد قبول همه ایجاد کنیم احتمال داره. من الان سوالم اینجا این میمونه که جناب شجاع، شما از کجا میدونید مردم آمادگی دارند برای فروپاشی نظام وارد کار جدی بشن؟ چون به هر حال این دیگه میشه مبارزه. حالا این مبارزه میتونه روشش روش جناب دوست عزیز اون آقای هودشتیان باشه که آقا مقاومت مدنی کنید، مثلا با نظام همکاری نکنید. آیا حتی در این حد شما فکر میکنید ملت قهرمان پرور ایران الان این آمادگی رو داره؟ که کما اینکه بارها مثلا گفته شده که ملت شریف اینو نخرید، والا چیزی نمیشه، اگر اعلام میکنه ماشین پیش فروش میکنیم نرید بخرید. اینا آقا قراردادشون با فرانسه به هم خورده، ماشین ندارن تحویلتون بدن دیگه، چشم بندی هم نیست، خیلی روشن قراردادا به هم خورده، فرانسوی ها رفتن، اما اینا هنوز دارن ماشین که قرار فرانسوی ها قطعاتش رو بدن رو پیش فروش میکنن، نریم بخریم. حتما شنیدید که وبسایتی رو باز کردن ظرف 30 دقیقه 6 میلیون قهرمان پرور رفت پول داد اونجا برای، یعنی حسابم نکرد که اینا میگن ظرفیت تولید ما 300 هزار تاست در سال، برای 20 سال آینده پول داد به اینا که آقا این پول رو بگیر که شاید ایشالله توش یه منفعت واسه ما هم دارد. و میدونیم که به زودی هم شروع میکنن تو خیابون راه افتادن که ای ملای پدر سوخته چرا پول ماشین منو خوردی، کما که اخیرا هم ویدیوهاش داره در میاد، شروع شده سر صداها، یه سال دو سال میدن بعد میگن رو مشو. به من بفرمایید که آیا به واقع فکر میکنید که
مردمی که باید به موقع وارد صحنه بشن و این حالت تلاشی نظام رو سرعت ببخشن، آیا این آمادگی رو دارن؟ ولو این که تصور بفرمایید که یک پلتفرم هم درست شد، یه عده آدم شناخته شده و وجیه هم دور هم جمع شده، طرح و برنامه هم قرنوس داد، گفت آقا بفرما ببین این طرح و برنامه عالی، اونم گذاشت رو میز و گفت ما آماده ایم. فکر میکنید که دختر حاکم هم حاضر به ازدواج با ما هست یا فقط 50% قضیه هم شده؟ بفرمایید. از شرط ما از دی ماه سال پیش متوجه شدیم که مردم آمادگی شورش های حتی کور دارن. اصولا شورش ها میتوانند در پروسه خود به قیام های آگاهانه و قیام های آگاهانه در صورت سازماندهی و صورت داشتن برنامه خصوصا بدیلی برای این حکومت میتوانند به انقلاب اجتماعی و سیاسی مبدل شوند. این یه قانون کلی هست که در دنیا همیشه اتفاق افتاده. در مورد مبارزه مدنی من مخالف اون نیستم. مبارزه‌ای که گاندی کرد، مبارزه‌ای که لخ ولزا کرد، هم به ثمر رسید. ولی ما در شرایطی هستیم که یک فرقه شیعه خونسالار بر حکومت ما، بر کشور ما دارد حکومت میکند. یعنی این حکومت از اون اول زمان 632 که محمد فوت کرد و جانشین او به انتخاب مردم ابوبکر بود، اینا مخالفت کردن با انتخاب مردم و گفتن نه باید علی باشه، چرا که علی هم خون پیغمبر بود است. خب با چنین سیستمی طبیعتا نمیتوان حتی مبارزه مدنی به تنهایی کرد. مبارزه مدنی به جای خود ضروری است، ولی همینطوری که عرض کردم به اقتضای شرایطی که پیش آید مبارزه میتواند متنوع باشد. مثلا اگر کسی بخواد در خیابون تظاهر بکنه، یا اگر راننده‌ای بخواد ماشینش رو از گاراژش خارج نکنه، یک راننده ترنی البته، خب اومدن برای سرکوبش طبق قواعد جهان شمول اخلاقی و بین‌المللی حق دفاع از خود دارد و این دیگه خشونت محسوب نمی‌شود. مبارزه مدنی در کنار دوار در زمانی است که در کنار آن حکومت خشونت را بر مردم تحمیل نمی کند. ولی اگر مردم را به خشونت متلاشی کند، سرکوب کند، خب مردم این حق دارن. این را از فلسفه قدیم تمام حقوقداران، تمام سیاستمداران، حتی در روح منشور حقوق بشر هم وجود دارد که مردم حق دفاع از خود دارن. پس این با اون چیزی که من به عنوان مبارزه مسلحانه که احتمالاً اشاره‌ای است به نوع مبارزه که مثلا سالهای 40 و 50 مجاهدین و چریکار کردن، کاملا متفاوت است. اون متعلق به زبان و موقعیت و شرایط بین‌المللی خودش بود و امروز در هیچ کجای دنیا هم دیگر تاکنون اتفاق نیفتاده است. این از سالهای 60 و 70 میلادی به بعد ما نوع مبارزه که در ایران صورت گرفت، در کوبا، در الجزایر و بعضی کشورهای دیگر اتفاق نیفتاده است. اما این به این دلیل نیست که مثلا اگر در بهار عربی به مردم حمله کنن، مردم اجازه دفاع از خود حتی به صورت مسلحانه نداشته باشند. نه، دارن. به گمان من این نوع دفاع از خود نه تنها حق طبیعی است، نچرال لو بهش میگن، این اصول حقوقی داره، حق اونها هست، بلکه میتواند باعث شود که بعضی از نظامیان با اسلحه یا بی اسلحه به سطح مردم بپیوندن، چون میبینن با این مردم دارن درگیر میشوند و خونریزی میشه و کسی هم نمیخواد برادر یا دوستش رو در خیابونها لطپار کنه. اما اگر این مردم از خود دفاع نکنند، خب دلیلی کمتری وجود داره که بخشی از سپاه یا بخشی از ارتش یا بخشی از پلیس به مردم نپیوندند. این برعکس اون چیزی که دوستان میگن اگر ما دست به اسلحه ببریم ممکن است بیشتر سرکوب بشیم، به گمان من برعکس است. با دست خالی بیشتر سرکوب میشوند. حکومت اسلامی حکومت خونسالار است. با یا بدون اسلحه انسان رو میبرد کهریزکی میکند، اعدام میکند، اون رو مجبور به اعتراف گیری میکند. فرقی براش ندارد که مردم از خود دفاع کنند یا دفاع نکنند. پس اگر دفاع بکنیم یک مشروعیت بین المللی هم ما داریم
طبق قواعد سازمان ملل، طبق قواعد عرف جدید ایتیک نامیده می شود، در سیاست هم می تواند نقشی داشته باشد، می تواند حتی جامعه دلولی هم از یک نیرویی که از خود دفاع می کند در برابر سرکوب بیشتر دفاع کند. یعنی این مسئله به گمان من حائز اهمیت است. من جانشان جان تا اینجا که اگر ما وارد صحنه بشیم جهان هم مجبور هست از مردم ما دفاع بکنه، تا حد زیادی با شما موافقم. البته خوب میدونید دیگه جهان غرب نگاه میکنه ببینه منفعتش کجاست و اگر ببینه که منفعتش در نادیده گرفتن مبارزات ملت ایرانه، مطمئن باشید نادیده میگیره. اونجایی هم که قرار فشار بیاره، یه نفر خانم هم بیاد موسریشو دراره، اونو گندش میکنن و میکنن رهبر مبارزات ملت ایران. اونا رو ما میشناسیم، میدونیم که خیلی نمیشه به مثال. اما من هنوز پاسخم رو راجع به این که آیا ملت ایران یا اون افرادی که قرار هست تغییر ایجاد بکنن، آیا آمادگی دارن که از یک مجموعه تبعیت کنن، حرف گوش بدن، یا اینکه نه مسائل در حد نیازهای امروز و فرداست و به قول شما شورش‌های کور، و من به شخصه از شورش‌های کور هرگز استقبال نمی‌کنم، برای اینکه در شورش‌های کور همیشه اون چیزی که در تاریخ مشخصه پوپولیستا و حقباس‌ها تونستن رو دوش مردمی که شورش کور انجام میدن سوار بشن و این ما دیگه واقعا توان و قوه این که یک بار دیگه کشورمون به دست یک گروه پوپولیست جدید و حقبازهای جدید بیفته نداریم، و به خصوص ماها که به مثلا روشنفکر معروف شده ایم باید خیلی مراقب باشیم که اشتباه سال 57 رو این بار ما نکنیم که از هر نوع شورشی فقط به دلیل اینکه با نظام مخالفیم دفاع کنیم و بعد چشم وا بکنیم ببینیم یکی مثل احمدی نژاد سوار مردم شده و ما هم شدیم به اصطلاح عرابران این داستان به نفع یه عده گروه خاص. همین بلایی که سال 57 مثلا من یادمه چریکای فدای خلق راهپیمایی میکردن، شعار میدادن مثلا مرگ بر شاه و درود 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 بر خمینی. یعنی این روشنفکر سال 57 ما بود که فقط به دلیل اختلافی که با شاه داشت راه بدتر انتخاب میکرد. امروز البته شما در ابتدای فرمایشاتون فرمودید که کردم این درسی بود برای ما از سال 50، ولی اگه بگید. اما سوال من اینه، شما جدا از شورش های کور آیا واقعا معتقدید که در درون ایران همچین داره قلقل میکنه اون دیگه انقلاب؟ مردم به خصوص در طبقات پایین دلشون میخواد که یک حرکت جدی و دموکراتیک انجام بشه، یا اینکه میگن آقا این پدر سوخته این پسر بسیجیه به خواهر من مطلق کن، اینو من بزنم کافیه برای من؟ یعنی در سطح خیلی خیلی بهتره بگم لومپنیز داره به قضیه برخورد میشه. واسه همینه من نگرانم که هنوز که هنوز در ایران ما به قول شما بعد از این انفجار به اصطلاح فضای مجازی و انفجار آگاهی، ملت شریف و قهرمان پروری که به امور سیاسی هم علاقه‌منده، این آدم هنوز میفته نگاه میکنه ببینه آقای زم چی گفت، سید محمد حسینی چی گفت، آقای رشیدیان ویدیو بذارن 1500 تاشون نگاه میکنن، آقای سید محمد حسینی میاد یک سری مزخرفات از گامبی و زامبی و از اینجور حرفا میزنه و شما میبینید یه 150,000 نفر نگاه کرد. این منو نگران میکنه جان شاه عزیز. شما در این مورد چه نظری دارید؟ بفرمایید. بسیار خوب. البته خوب نمیشه واقعا 100% پیشبینی کرد که تا چه حدی این آمادگی در اقشار مختلف جامعه وجود داره، ولی همینطوری که شما گفتید این دیگی هست که به جوش آمده است و اگر یک آشپز خوبی در کنارش باشه، برنامه‌ای داشته باشه و بتونه این دیگ رو مبدل به یک غذای خوب و لذیذ و پرمایه بکنه، خب اون دیگه بستگی به همین برنامه‌ای داره که من تا
قبلا اشاره کردم، یک خودتونم گفتی، یک برنامه، یک تفاهمی بر اساس یک جبهه مشترک بر اساس حداقل خواسته ها که من به نام یک پلتفرم حداقل نام بردم که بتوانم این اپوزیسیون پراکنده را تا یک مقطعی، یعنی گذار دولت موقت و مجلس مؤسسان و انتخابات. حالا من سر مسئله انتخابات یه چیزی دیگه هم اضافه میکنم، اگر انتخابات میسر نباشه خب نوع حکومت ابتدا، اون نوع حکومت هم خب با تشخیص همون مجلس مؤسسان، با همون دولت، با نظرسنجی هایی که میکنن، با سطح آگاهی مردم یا مطرح میشه یا مستقیم میرن به طرف انتخابات شایسته‌ترین افراد برای مقامات کلیدی کشور. اما مسئله ای که شما گفتید غرب یا کشورهای خارجی هم نقشی دارن، خب مسلمه، ولی اینا در هر طرف معادله نقش دارن. یعنی اگر ما این رو به یک عدد یا یک مثلا حرفی مثل وای در نظر بگیریم، وقتی دو طرف معادله باشن طبق قوانین ریاضی حذف میشن، چون همدیگر رو خونسا میکنن. پس برای ما اینا یک فاکتور مهمی نیستن، چون حذف میکنن. چه این حکومت باشه چه حکومت دیگه باشه، غرب اصولا خارج، اونا دوباره منافع خودشون هستن. اما این ما هستیم که شاید بتونیم از یک سری منافعی که مشترک هستن بین ما و کشورهایی که غیر مغرضانه با این حکومت درگیر هستن استفاده کنیم، که اون بحث دیگری است و به گمان من هم نباید به صورت کلیشه‌ای گفت هرچی خارجی هست دشمن استعمار امپریالیسم کفر جهانی توطئه‌گر غیره. اینا به گمان من دیگه دورانش تموم شده، اون دوران استعمار، اون دوران امپریالیسم، دوران کفر جهانی، اینا متعلق به یک دورانی بود که ما حکومت‌های غیر دموکراتیک، حکومت‌های از اشراف، از کلیسیا، از شاهانی که حرفشون قانون بود، the word, the king's word is law، این چیزی که میگفتن. ولی ما امروز چنین حکومت هایی نداریم، چنین دولت هایی نداریم. هر دولتی داره برنامه خودش رو داره، اگرم خطا بکنه از طریق خود همون مجلس خودش ممکنه برکنار بشه. حالا فرق نمی کنه اون خطایی که میکنه به یک خارجی است یا به داخلی، یا فرقی نداره. ما نمونه اینو در آلمان داشتیم که مثلا رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، نماینده مجلس به دلیل یک خطای کوچکی، مثلا سوء استفاده از یک بهای کمتری برای یک بلیت هواپیما یا در سکونت در یک هتل، از کارشون برکنار شدن. خوشبختانه در تمام کشورها، ما در آلمان داریم، پس اون که قشبش بگیم، شما در امریکا دارید به نام کنستیتوشنال کورت بهش میدید، در فرانسه هست کارت کنستیتوشنال، و اینا همیشه مواظب هستن که دولت ها خطا نکنن. این دولت ها دولت های زمان استعمار نیستن که بتوانن حقانیت یک کشور رو بگیرن به نفع منافع خودشون، چون منافع خودشون در گروه همین قواعد و قوانینی طبق قانون اساسی خودشون هست که باید با اون سنجیده شود. یعنی یک مقدار ایتیک اجتماعی برخلاف اون نگاه میکیاولی وجود دارد امروز در روابط سیاسی داخلی و خارجی. برگردم به مسئله اصلی که چرا مردم نمیتونن امروز مصمم باشن برای سرنگونی حکومت اسلامی. خب به گمان من باید بدیلی به مردم ارائه داد. بدیل اپوزیسیون امروز چیست؟ آیا میخواد جای شیخ شاه بیاید؟ آیا میخواهد همین شیخ را ترمیم کند؟ متاسفانه بسیاری از اپوزیسیون، حتی جمهوری خواهان ما که معتقد هستند در ظاهر به شایسته‌سالاری، به انتخابات، به قواعد مثلا سکولاریسم یا لایزیته، کماکان برخلاف تمام این پارادیگم ها، تمام این فاکتورهای اساسی، مثلا یا به دنبال شیخ هستن، یعنی اصلاح طلبن، استقرار طلبن، حتی اونایی که چپ هستن یا به قول خودشون سکولار و ملیگرا و غیره هستن، یا اینکه میخوان یک حکومت موروثی را جانشین حکومت اسلامی کنن که در ذات هر دوی اونها از زمان صفویه یک سیمبیوز مشترکی وجود داشته است که شاه و شیخ در کنار همدیگر تا مقطع انقلاب سال 57 با هم زیستن، با هم دیگه نون دادن، با هم دیگه تونستن
خیلی چیزها رو تقسیم کنن، مثلا شاه تقسیم بشه، بشه نماینده امام زمان، شیخ هم بشه مثلا والی فلان فلان جایی که بتونه تمام مثلا خمس و زکات و تمام این اوقاف و تمام اینا رو برای خودش بده و فربه تر بشه. این متاسفانه از زبان صفویه در ایران، یعنی اول قرن 16 زمانی که در دنیای غرب در حال تحولات وسیع زیربنایی برای روشنگری، برای اقتصاد سالم و برابر، برای تمام اون پیشبردهای انسانی و اخلاقی بود، در ایران داشت به قعر خرافات و از خود بیگانگی، یعنی بیگانگی با ماهیت ملی و فرهنگی خود، و این متاسفانه همیشه سیمبیوزی بود که بین شاه و شیخ، بین دربار و روحانیت شیعه منعقد شد و تا مقطع انقلاب که به نفع شیخ تموم شد هم وجود داشت. البته استثناهایی هست، مدت کوتاه زمان نادرشاه و رضاشاه که اونو به جای خود هم میتونیم بحث کنیم. حالا اگر شما دوباره از من سوال کنید که آیا چه دلیلی دارن که مردم آمادگی دارن، من میگم بجز این مطالبی که ما همه میبینیم، همون مسئله دیما، همون اعتراضاتی که مردم میکنن، همین گروه های مدنی که وجود آمده است، از دلال، از دانشجویان، از محصلان، از کارگران، از کارمندان، از تمام اقشار مختلف اجتماعی، ما برای دلایل دیگری دیگه نیاز نداریم که حتما مردم بیان تو خیابون انقلاب کنن. اگر اون موقع برسی که بیان انقلاب بکنن، خب دیگه اون دیگه فبه ها اون چه بهتر. ولی فکر میکنم این دیگه به جوش آمده، کافی است که یک آشپز خوبی باشه به این برنامه بده، از این دیگه بتونه به نحو احسن استفاده کنه و محصول اون را برای مردم آماده کنه. بفرمایید. بسیار عالی. من بس مجددا درک خودم رو جمع‌بندی میکنم و اون این استش که شما تصور میکنید شرایط در درون مهیاست، مردم به خصوص قشر زحمتکش و طبقه متوسط که داره روز به روز فقیرتر میشه این آگاهی رو داره که در درون این نظام امکان رفرم دیگه وجود نداره و این مجموعه باید کنار بره. نظر شما این استش که این اعتراضاتی که در گوشه و کشور گوشه و کنار کشور دیده میشه نشان دهنده این استش که این دیگ به جوش آمده، ما داریم روی سطح رو میبینیم ولی در عمق خبرها ممکنه عمیق‌تر از این باشه. بسیار عالی. معتقدت برای این کار باید افراد بهتره بگیم که مخالف نظام، که مخالف نظام و برانداز هستن، یعنی بحث دیگه تحقق رفرم در جمهوری اسلامی رو کلا گذاشتن کنار، اینها باید دور هم جمع بشن حول یک برنامه سیاسی. در به نظر من اینجا نظر خودم از میگم در سه مرحله: مرحله براندازی، مرحله دوران گذر و مرحله حتی بعد از پایان گذار و انتخابات اساسی که در کشور میشه برنامه داشته باشن. آیا اینکه بعد از دوران گذار و رسیدن به دوران انتخابات بعدش چه برنامه‌ای دارن، اون ممکنه نیازی نباشه چون وقت نمایندگان مردم انتخاب شدن و نمایندگان مردم هم که تصمیم میگیرن کشور به کدام سمت و سو بره. همه این افرادی که در این پلتفرم هستن میتونن حزب و گروه خودشون رو مطرح کنن، برنامه‌هاشون رو بگن، مردم بپرسن. من تا اینجا مشکلی ندارم و موافق هستم. دو تا سوال میمونه که شما ما بیشتر از احتمالاً 10 دقیقه تا 12 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، خواهش میکنم بهش توجه کنید. یک، شما اشاره به شاهزاده رضا پهلوی کردی. چرا اشاره به نمیدونم مثلا آقای دکتر ایجادی نمیکنید؟ مثلا شما اشاره کردید به ایشون، من فکر میکنم شما برای ایشون وزن مشخصی و خاصی قائل هستید و حالا نمیدونم بحث کاریزما و این حرفا و این که میخوام بپرسم آیا نظرتون هستش که ایشون میتواند نقش تعیین کنندهی در این پلتفرم یا ایجاد این پلتفرم داشته باشه، یا بالکل ایشون رو میذارید کنار تا زمانی که میگه
من یا البته ایشون که بدبخت هیچ وقت نمیگه من شاهم، میگه هر چی شما دوست داشته باشید من همونم. اینم البته چیز جالبی نیست. نه. ما هیچ انتظار نداریم از یه آدم فهمیده و تحصیل کرده که اینطوری حرف بزنه. خمینی اینو میگفت ما میپذیرفتیم. از آقای رضا پهلوی که 40 سال آمریکا بوده این حرف قابل قبول نیست. ولی شما میفرمایید که امیدوار باشیم ایشون بیاد بگه آقا ما شاه و اینا رو فراموش کنید، منم طرفدار جمهوری ام. فکر میکنید اون موقع ایشون کسی هست که بتونه به این پلتفرم رو به وجود بیاره، وزن بده و افرادی مثل شما هم برید داخلش، یا یعنی اینکه نه ما با ایشون پدرکشتگی داریم؟ بفرمایید. من هیچ پدرکشتگی با آقای رضا پهلوی ندارم، اتفاقا برای ایشون من بسیار احترام خاصی قائل هستم، به گمان من شخصی بخواهد متین متعارفی و دارای دانش وسیع سیاسی، اقتصادی، فلسفی و غیره. من بسیاری از مسائل ایشون رو گوش کردم. اما اونچه که مشخص هست برای من نوع حکومت موروثی است که به هیچ طریقی نمیتوانم در قرن 21 قبول کنم که مثلا رعیت شاه یا بندی شیخ بشن. این چیزی برای من قابل قبول نیست و فکر نکنم خود آقای رضا پهلوی هم قبول کنه که بندی شیخ یا رعیت شاه دیگری شوند. ایشون که 40 سال در غرب زندگی کردن. حکومت موروثی هم تنها مورد نظر من نیست. هر حکومتی که تکثیری باشه، ایدئولوژیکی باشه، اسلامی باشه و به طور کلی غیر انتخابی باشه مورد نظر من هست. و این یه بعد جامعه شناسانه هم دارد. از این بابت که چنین حکومتی بر تحولات سیاسی، فرهنگی و روانشناسی اجتماعی هم میتواند تأثیر منفی به جا بذارند. یعنی به جای اینکه مردم آزاده، مردمی که بخواهند برای استقلال خود و هم نوعان خود، برای آزادی های فردی و اجتماعی یا همون فرد اندیویدوالیسمی که بعضی از چپ ها اون را با اشتیاق زیادی مخالف جمع میدونستند، متاسفانه چنین حکومت هایی که جمع گرا هستند، یعنی فرد را به عنوان یک فردی در جامعه برایش حقوق قائل نیستن، نمیتوانند اثرات مثبتی در جامعه ما به جا بگذارن. حالا این نظراتی است که جامعه شناسان برجسته مثل کومت، مثل توکویل، مثل کارل مارکس، خصوصا مثل ماکس ویبر، مثل مارسل موس و تمام افرادی که خواستار برابری و تعاون در جامعه هستند، قبول نمی کنند که ما یک حکومتی داشته باشیم که سیستم تکثیری، سیستم موروثی و سیستمی داشته باشه که مورد قبول هیچ یک از متفکران از زمان ارسطو تا حالا نیست. ارسطو در طبقه بندی حکومتی خود 3 طبقه قرار میده و آخرین طبقه حکومت پادشاهی و در کنارش حکومت استبدادی، مونارشی، تیرانی قرار میده که میگه اینا بدترین نوع حکومتی هستن که میتوانن در یک جامعه وجود بیان. حالا ما چرا بخواهیم در قرن 21 اون چیزی که ارسطو 3 قرن پیش از میلاد مسیح گفته، بخواهیم در کشوری که تازه این حکومت هم به تاریخ سپرده شده اون رو احیا کنیم؟ همین که گفتم میزان شانس چین حکومتی در مرحله اول همین فقط است که مثلا امام زمان از چاه کمران فارس بشه، به گمان من امکان پذیر نیست. بعد داریم بخت تلف میکنیم. آقای رضا پهلوی با تمام استعدادها، با تمام امکانات، با تمام اینی که شناختی که از خود به جا گذاشتن در محافل داخلی و خارجی، میتوانند فرد مفیدی برای اپوزیسیون باشند. خودشون هم میتونند شاید نخست وزیر و یا جمهور بسیار لایقی باشند در ایران آزاد، ولی باید در وهله اول از اون سوگندی که در زمان نوجوانی خورده که سلطنت را احیا کنه باید دست بکشند. این شاهبازی ها امروز در دنیای 21 فقط یک چیز مسخره‌ای هستند که باعث عدم همکاری و تحرک و اشتیاق در بین مردم ما میشوند. اگر ما یک برنامه مشخصی داشته باشیم که بدیل اون مشخص باشه، ما میخواییم شیخ رو برداریم به یک حکومت مردمی، حکومتی که با مردم بخواد کار کنه، برابری، آزادی، آزادی فردی اجتماعی، برابری پر تمام ابعاد وجود بیاره، خب مردم اشتیاق بیشتری بیدار کنه، خصوصا قشر روشن فکر جامعه به اون میپیوندن. ولی اگر بخوایم حکومتی رو در نظر بگیریم که با 8 ماده اول منشور حقوق بشر در تضاد است،
چرا که مسئله تبعیض اینجا مطرح است، مسئله خونسالاری اینجا مطرح است، مسئله کاستی اینجا مطرح است، مسئله شاهزادگی اینجا مطرح است، مسئله سیدزادگی و تمام این مسائلی که امروز مورد قبول بشر مدرن نیستن. و من مطمئن هستم مردم ایران اگر امروز در توهمی هستن، یک نوع نوستالژی برای پادشاهی خصوصا در خانواده پهلوی دارن، این هم سودگذر است. به عنوان یک شهروند آلمانی میدونم که وقتی آلمان شرقی و آلمان غربی پیوست، یعنی با هم ترکیب شدن، اون حزب قبلی به نام SED معروف بود که حزب در واقع حاکم بود و مردم رو سرکوب می‌کرد، بعدها برای بعضی ها به عنوان یک پدیده از نوستالژی شناخته شد و مردم خواستار برگشت اون بودن، که البته این مسئله هم جدی نیست، یک نوستالژی، یک احساس دورگذر است. در نهایت مردم در مسیر آگاهی خود تصمیمات جدی‌تری می‌گیرند و اونجا هست که بسیاری از اینایی که امروز به دنبال آقای رضا پهلوی هستن، در نهایت مثل همین قبلوس، مثل همین نهادهایی که شما نام بردی، اینها هم وقتی بیشتر بخوان از منافع و انگیزه های شخصی و جاه طلبی های شخصی و یا نوع وابستگی های خانوادگی و از زمان گذشته دست بکشن و به فکر مردم و جامعه و پیشبرد امر مساوات، برابری، دموکراسی، لائیسیته و غیره باشن، میان به طرف یک حکومت منتخب. تمام تاریخ بشریت از زمان ارسطو تا حالا به دو نوع حکومت تقسیم شده، یک حکومت های منتخب که در روم و یونان باستان پیریزی شد، که البته 5 قرن پیش از میلاد مسیح تا حدود 1.5 قرن پیش از میلاد مسیح در یونان و در ایتالیا امروز، و بعد هم حکومت های غیر منتخب که خوشبختانه با انقلاب کبیر فرانسه در 1789 پایه‌هایش سست لرزان شد و اون چند حکومتی هم که باقی موندن تحت نظر نیروهای مدنی یا به قول کارل پوپر همون نیروی افقی جامعه مهار می‌شوند تا به دین تاریخی خود به سوی فساد و تباهی و استبداد نتوانند سوق کنند. که تا اینجا هم ما در کشورهای اسلام زده، در کشورهای جهان سوم چنین نیروی مدنی نداشتیم و به گمان من در فردای سرنگونی حکومت اسلامی هم هیچ دلیلی وجود ندارد که چنین نیرویی مثل قاچ وجود آید. ممکن است ده ها طول بکشد تا این فرهنگی را که اینها به فساد و تباهی و خود بیگانگی کشیدن بازسازی شود. بازسازی فرهنگی و اخلاقی و روانشناسی اجتماعی جامعه حتی طولانی تر از بازسازی زیربنای اقتصادی جامعه است که توسط این رژیم تخریب شده. خیلی متشکرم. من از فهمید که سوال آخرم رو بکنم. درک من این شد که شما میفرمایید به عنوان یک روشنفکر جمهوری خواه و چپ، اگر درست اشتباه میکنم بفهمید، من شما رو عنوان یک چپ مستقل میشناسم، چپ مستقل و معتقد سیستم پارلمانتاریست. معتقدید که آقای رضا پهلوی تا زمانی که صحبت از شاه و شاهزادگی و اینا میکنه در یک موضع بهتره بگیم عقب مانده از تاریخ داره صحبت میکنه و حداقل نمیتونه مورد اعتنای روشنفکر از زمانی که این رو گذاشت کنار، بنا به شخصیت خودش و توانایی خودش میتواند در جبهه مردم قرار بگیره و در جبهه مردم میتونه خدمتگزار باشه اگه دلش بود. در این چارچوب اگر ایشان اعلام کرد، البته من خیلی بعید میدونم، ولی اعلام کرد که من خودم جمهوری خواهم بسن، منم طرفدار پادشاهی نیستم، بگم جمهوری مناسب است و از شما دعوت به همکاری بکنه که بیا با هم ببینیم چیکار بکنیم، شما تشریف ببرید. البته که من نوعی بله، من شخصا چون در هیچ نهادی شرکت نکردم و نمیخوام بکنم به همین بحث‌های فرهنگی و مطالبی که در تلویزیون‌های امثال شما هست قانع هستم، ولی من نوعی البته همینطوری که عرض کردم آقای رضا پهلوی باید رسما این مسئله رو مطرح کنن. با اینکه اینجا و اونجا گاهی بگن که من جمهوری خواهم هستم یا 80% جمهوری رو دوست دارم یا غیره و بعد هم اطرافیانش یا همون به قول شما شاه علی ها یا بیان باش درگیر بشن و اون خب کافی نیست، باید خیلی رسمی بگه که من از اون سوگندی که در سن 20 سالگی خوردم کنار کشیدم، امتناع میکنم و خواستار یک حکومت شاه‌سالار با انتخابات مستقیم مردم برای تمام مقامات کشوری هستم.
اگر اینو بگه خب الگوییست برای آزادی، برای دموکراسی، اتفاقا خیلی هم ارزش خواهد داشت، چون کسی که ادعای شاهزادگی کرده و بعضی هم به شاهزاده میگن، میتونه یک باره به عنوان یک انسان مردمی خواستار شاهزادگی بر اساس قواعد منشور سازمان ملل بشود، یعنی تبعیضی در مورد انتخابات و گزینه‌های حکومتی قائل نشود. من با آقای پهلوی به عنوان یک فرد مطلع و من متوجه شدم رفتار ایشون بسیار متعارفی هستند، موقع صحبت کردن سنجیده صحبت میکنن، به کسی توهین نمیکنن، مورد احترام هستند و به دیگران احترام میذارن و منم به ایشون احترام میذارم، ولی به عنوان یک فردی که شاهزاده باشه من شاهزادگی ایشون را قبول نمیکنم. بسیار خوب. ببین، من الان اون بحث پلتفرمی که یه عده دورش جمع بشن برای من بسیار ارزشمنده، من کاملا باش موافقم و امیدوارم به جای حرف گام‌های عملی برداریم. شما فرمودید که این پلتفرم تشکیل بشه حول محور یک برنامه مشخص و من گفتم که اگر این پلتفرم بخواد تشکیل بشه، فکر میکنید اگه شاهزاده این کار رو بکنه بهتر نیست؟ که به نظر میرسه به دلیل شناخته شده بودنشون و این امتیازی که ایشون میتونسته ادعا کنه من شاهم، ولی الان آمده و برای جمهوری گام برمیداره و پلتفرم پیشنهاد میکنه، این میتونه ایدئال باشه، همه رو دور هم جمع بکنه. گام بعدیش این هستش که خب ماهایی که اینو پیشنهاد میکنیم خودمونم میریم توش یا نه؟ الان شما فرمودید که من ممکنه برم ممکنه نرم، من حقیقتا متوجه نشدم. یه سوال از اون مهمتر اینه که اگر جناب شاهزاده گفتن که آقا ما همینی که هست خوشمون میاد، بسیار. ما بگیم که 50% شاهیم 50% رئیس جمهوریم و این ادامه پیدا کرد، تکلیف اون پلتفرم چیه؟ چی کار باید کرد؟ خب این از سوال آخر من شروع کنم، این در واقع همون ابهامی است که به وجود می آورد و باعث عدم رشد، هماهنگی و انسجام اپوزیسیون و مردم جهتدار می شود. مردم باید تکلیف خودش رو روشن بکنن که اگه بخوان حکومت اسلامی رو بندازن چه بدیلی برای جانشین کردن اون دارن، و به گمان من حکومت اسلامی هم 40 سال است به دلیل نبود یک بدیل، به دلیل اینکه سعی میکند با اتاقهای فکری از پیدایش چنین بدیل منسجمی جلوگیری کند توانسته دوام بیاورد. این سال بحث اول. بحث دوم خلاصه میگم چون وقتم رو به اتمام است. من گفتم که پلتفرم مشترک با حداقل خواستار، حداقل خواستار هم فکر کنم اشاره کردم، گزارش حکومت اسلامی، برقراری یک حکومت شاهزاده‌سالار سکولار و یا لایک، اون چیزی که من خودم همیشه مطرح میکنم، و همین کافیه. بر این اساس هر سازمانی، هر گروهی، هر حزبی میتواند در این پلتفرم حداقل شرکت کند، چون هرچی حداقل تر باشد امکان انسجام و کثرت اون هم بیشتر خواهد بود. این یه قانون طبیعی است. بعد از این شما فرمودید که خب اگر شاهزاده بخواد رهبری رو بوده بگیره، نه، من اگر ایشون به عنوان آقای رضای پهلوی بیان رهبری رو برده بگیرن به ایشون بیشتر اعتماد اطمینان میکنم تا به عنوان شاهزاده، چون من شاهزادگی رو قبول نمیکنم در اساس. شاهزادگی مال زمانی است که ایشون پدرشون شاه بودن، سرنگون نشدن، سفرشون همیشه در ایران وجود داره و ایشون خب طبق همون قانون اساسی زمان پدرشون میخوان جانشین پدرشون بشن و این مسئله نیست. این مسئله است که من خب اصولا با هر حکومت غیر منتخب مخالفم، خواه این باشه خواه کسی دیگه باشه. پس بنابراین من با کسی که خودش رو شاهزاده خطاب بکنه ولی بگه من در این حال یه مقدار هم جمهوری خواهم، این ابهام به وجود داره و این ابهام باعث در واقع ابهام در کل جامعه میشه. همینطوری که عرض کردم، همیشه رهبران، حالا چه اپوزیسیون باشن چه حکومت، میتوانند تاثیرگذار در فرهنگ و جامعه شناسی یک ملتی باشن که اون راه ها را حتی به بیراهه بکشونن، کاری که حکومت‌های توتالیتر معمولا می‌کنن، و یا یک اپوزیسیونی که انسجام نداره و یا نمی‌خواهد از جاه‌طلبی‌های ایدئولوژیکی و یا فردی خود دست بکشد، این هم باعث همین مشکل برای کل جامعه خواهد بود. در خدمت. خیلی متشکرم جناب شاه گرامی از فرمایشات شما، من استفاده کردم.
بست خاتمه پیدا نکرد، چون من تازه دارم گرم میشم از صحبت‌های شما، نیرو گرفتم. بحث پلتفرم، بحث نقش شاهزاده در این پلتفرم احتمالی، نقش سایر روشنفکران ما به خصوص طرفداران جمهوری، نقش روشنفکرانی که احتمالاً طرفدار پادشاهی و ادامه پادشاهی هستن، اینا همه باید روشن بشه. ما نمیتوانیم این بخش رو بالکل نادیده بگیریم و یا نخواهیم اونها رو به همکاری برای آینده بهتر ایران دعوت کنیم. دعوای ما دعوای ایدئولوژیک نیست، دعوای ما دعوای آینده یک ایران دموکرات و آباد هست، یک همچین کشوری رو ما مد نظر داریم. بنابراین من از شما وعده میگیرم که نه جمعه آینده که تلویزیون به دلیل تعطیلات عید ممکنه برنامه نداشته باشه، جمعه بعدی که 29 مارس خواهد بود تشریف بیارید. اشاره میکنید که آره من 29 مارس متأسفانه در سفر هستم، ولی هفته بعدش در خدمت هستم. پس فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بشه 5 اپریل، به هر حال جمعه بعدیش تشریف بیارید. من در این فاصله بحث مطرح شده ایجاد یک پلتفرم رو با سایر دوستان جمهوری خواه مطرح میکنم. بعد اون به اصطلاح جمعه که نوبت جناب عالی هست، دوستان دیگر هم خواهند بود و حسابی به جناب عالی و تز پلتفرمتون میپردازیم و اون رو باز میکنیم. استدای من این هستش که اون جمعه رو، یعنی احتمالاً اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 اپریل رو باز بگذارید که بتونیم یک بحث خوبی رو در خدمت شما و سایر دوستان داشته باشیم. بحث ایجاد یک پلتفرم از مجموعه آزادی خواهان ایران، بحثی است که دوست عزیزمون جناب رشیدیان مطرح کردن، بحث ارزشمندی است و در این برنامه به اون خواهیم پرداخت، چون به نظر میرسه که بنا به تحلیل جناب رشیدیان دوستان، شرایط برای یک دگرگونی عظیم در کشور ما آماده شده و این وظیفه ماست که ببینیم در این مورد چه کاری میتونیم انجام بدیم. امیدوار هستیم که جناب شاهزاده هم این برنامه رو ببینند و در موردش بیاندیشند. باز هم اینجا برای چندمین بار من از جناب شاهزاده دعوت میکنم که بیان در این برنامه ها، در این بحث ها شرکت بکنند. این عده‌ای که شما رو به عنوان اینکه جناب عالی اعلی حضرت هستید و نرید قاطی اینا بشید و شأنتون میاد پایین و اینا، من فکر میکنم که به جای راهنمایی دارن چاه نمایی میکنن و شما رو درون یه چاه پنهان میکنن تا یه موقع ظاهر بشید. این رو فراموش بفرمایید، بیایید قدم رنجه کنید، به بحث بشینید، انتقادها رو بشنوید. من به شما قول میدم که انتقادهای علمیشو عرض بکنم، کیلویی از شما نخواهد شد در این برنامه حداقل. اگر انتقادی هست دقیق خواهد بود و من به شخصه از صمیم قلب امیدوارم که پاسخهای خوبی و دندان شکنی شما بدید که این بحثا خاتمه پیدا کنه. ولی تا زمانی که نمیایید یا فقط جایی میروید که میدونید از شما تعریف و تمجید میکنن و شما رو شاه نگاه میکنن، کار به جایی نمیرسه و این تفرق وجود خواهد داشت. شما میتوانید پلی باشید برای ارتباط روشنفکران مختلف و حول محور یک پلتفرم برای براندازی نظام جمهوری اسلامی. جان شاه گرامی، از حضور شما، حضور پربار شما صمیمانه سپاسگزارم و من شخصا استفاده کردم. وعده ما با شما برای جمعه 4 یا 5 اپریل که در خدمت شما باشیم. از تلویزیون مانی و دوست عزیزمون جناب مانی عسکری بسیار سپاسگزارم که با زحمات و با تلاش فراوان این تلویزیون رو برقرار نگه داشتن تا محلی باشه برای برخورد عقاید و آرا و محلی باشه که شما دوستان هم بتونید بیاید و نظراتتون رو بدید. تریبون تلویزیون رادیو تلویزیون مانی باز هست، میتونید حرفاتون رو بزنید، تماس بگیرید، در ارتباط باشید و انتقاد کنید، تعریف هم میکنید، خیلی ممنون. ولی به واقع انتقاد سازنده است که به ما کمک میکنه مسیر درست رو بریم.
هرگز ما ادعا نمی کنیم که عقل کلیم و همینایی که گفتیم همینه. خرد کل در اختیار مردم هست، خرد جمعی است که راه حل های اساسی رو پیش پای ما میگذاره. تا هفته آینده ما برنامه نخواهیم داشت. تا جمعه 29 ماه مارس به همه شما بدرود عرض میکنم. جانشای عزیز، باز هم از شما متشکرم و فرصت دارید که سال نو رو به دوستان تبریک بفرمایید. من هم از شما دوست گرامی ویژن عزیز، از آقای مانی که زحمات زیادی میکشن در این تلویزیون سپاسگزارم، همچنین از بینندگان شما که این برنامه رو دنبال کردن هم سپاسگزاری میکنم. فرصتی است که نوروز را به تمام ایرانیان و تمام اونهایی که نوروز را جشن میگیرن خجسته باد بگویم. امیدوارم که نوروز جدید در ایران نوروزی باشد که با پیروزی و موفقیت مردم ایران در برابر ظلمت و تاریکی مترادف باشد و امیدوارم که این برنامه ها هم بتوانند همیشه پربار باشند. من هم خوشحال میشم با آقای رضا پهلوی اگر مواردی پیش آمد گفتگو کنم. ایشون فردی هست بسیار متعارفی، بسیار قابل احترام و من بجز با شاهزادگی ایشان هیچگونه اختلاف نظری ندارم. با درود بر شما، تا فرصتی که تعیین کردید به تمام کارگردانان این تلویزیون من درود می‌فرستم. سپاسگزارم جهانشاه عزیز. دوستان عزیز، از توجهتون بسیار متشکرم. ما مستظر باشید که یک برنامه نوروزی در تلویزیون رادیو تلویزیون مانی خواهیم داشت. برنامه سازان در خدمت شما خواهند بود. تبریکات عید رو و مسائل دیگر رو اون روز مطرح خواهیم کرد، ولی احتمالا روز دوشنبه تقدیم حضور شما خواهد شد. تا اون برنامه دوستان عزیز، بدرود.